همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما هستن تا بیشتر در همین زمینه گفتگو بکنیم. آقای کاظمیان، همزمان با کارزارهایی که می‌بینیم ایرانیان خارج از کشور برگزار می‌کنن، در داخل خود ایران هم یک موج جدیدی علیه اعدام به وجود اومده. کمی بیشتر در رابطه با این واکنش‌ها برامون توضیح میدین؟ این ببین، پا به پای اصرار جمهوری اسلامی بر اجرای مجازات اعدام، حالا با هر قصد و انگیزه و هدفی از جمله و به ویژه ارعاب در داخل کشور، خب این کارزار مخالفت با این مجازات هم بیشتر شده. خب در خارج از کشور به گونه، اما در داخل کشور هم یک موج جدیدی ایجاد شده و این معنیدار هست. یعنی به نوعی این پیغام داده میشه که افکار عمومی یا وجدان افکار عمومی بر نمیتابه این مجازات اعدام رو، حتی برای کسانی که محکوم شده باشن در دادگاه عادلانه و در مسیر یک آیین دادرسی منصفانه. خب اینکه روزنامه‌های رسمی به طور مشخص میان ورود میکنن به این موضوع، یادداشت نوشته میشه، گزارش انتقاد میشه از این مسئله، قابل توجه. اشاره کردی به مواضع، مثلا عباس عبدی در روزنامه اعتماد، روزنامه همیان گزارشی داشته. من همینجا اشاره کنم مثلا عمادالدین باقی فعال حقوق بشر، اون هم امروز یک مطلبی داره در همیان، اون هم انتقاد کرده. خب این قابل توجه، اشاره میکنه به اینکه 193 کشور جهان حدوداً در 150 کشور این مجازات اعدام یا لغو شده یا متوقف شده و این مجازات نسبتی نداره با فضای کنونی در کشور. خب به تبیین ها یا تحلیل ها از این مجازات طبیعتاً ادبیات متفاوتی داره، اونچنان که مثلا دکتر عبدالله ناصری موضع خیلی تندتری میگیره و خب با توجه به رویکردی که داره به حکومت جمهوری اسلامی، یک حکومت ضد حقوق بشری توصیف میکنه، طبیعتاً معتقده که این مجازات فقط به قصد ارعاب داره انجام میشه، ادامه داره و البته دادخواهی رو هم تشدید میکنه. اما همزمان خب دیگر کنشگران سیاسی یا حقوق بشری مدنی در ایران هم دارن موضع میگیرن، مثلا فیروزه صابر، اون هم انتقاد کرده از این مجازات و اون سیکل باستولید خشونت و انتقام رو و عوارضی که برای شهروندان داره مورد توجه قرار داده، یا علی طهماسبی از نواندیشان دینی در ایران، اون هم به این پرداخته که این مجازات اعدام نمیتونه هیچ ستمگری حکومتی رو متوقف کنه. من جمع‌بندی کنم، این اظهار نظرهای پرتعداد پرشماری که شکل گرفته همه در واکنش به اصرار جمهوری اسلامی برای اجرای مجازات اعدام به ویژه علیه زندانیان سیاسی، نشون میده که به هر حال افکار عمومی و طبیعتاً این نمایندگان اونها در حوزه چه فعالان سیاسی چه روشنفکری بیش از پیش حساس شدن به مجازات و اصرار دارن برای متوقف کردن یک چنین مجازاتی. اما چقدر جمهوری اسلامی حاضر هست که سیاست‌های خودش رو نسبت به این موضوع تغییر بده؟ اگر کوتاه بفرمایید. ببینید، من اشاره کنم به یک نقل قولی که احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری، اون هم گفته، این گفته تکیه حکومت به این مجازات اعدام مثل همون از پلم مغازه‌ها گرفته تا احضار، بازداشت، سرکوب و برخوردهای خشونت‌آمیزه. یعنی مبنای اون هسته مرکزیش ایجاد ارعاب و تداوم نظام اقتدارگرا. طبیعتاً برای یک حکومت ایدئولوژیکی که از یک طرف پای در فقه داره و به مجازات اعدام از زاویه فقهی نگاه میکنه و از طرف دیگه متاسفانه از این حکم داره سوء استفاده میکنه برای ایجاد ارعاب، برای منکوب و سرکوب کردن معترضان و مخالفان، طبیعتاً دور از ذهن هست که متوقف کنه. ولی روند اعتراضای جامعه مدنی ایران نشون داده که به میزانی که حساسیت افزایش پیدا میکنه و جنبش اعتراضی علیه این مجازات تقویت شده، طبیعتاً چه در خارج کشور، چه در سطح نهادهای بین المللی، چه در ایران، حساسیت حکومت هم طبیعتاً بیشتر شده، وادار شده خیشتنداری کنه. اما متاسفانه باید گفت که مجازات اعدام گره خورده با ماهیت جمهوری اسلامی، اونچنان که سرکوبگری، اقتدارگرایی یا مثلا اصرار بر تحمیل حجاب اجباری. متشکرم از توضیحاتتون. مرتضی کاظمیان اینجا همراه ما بودید.